سوپرمن معتدلی نمیتونه جلوی این افراطی های مذهبی و قوانین داعشیشون بیسته. تعارف که نداریم، نتونستن بیستن، فقط رأیش رو گرفتن و بعدش هم گفتن دست ما نیست که، رئیس جمهور که اختیاری نداره. ولی زنان خودشون اینقدر همین قوانین داعشی رو به چالش کشیدن و شکستن که داعشی هم تو جهان رسوا انگشت نما شدن. همین هفته قبل در استادیوم ورزشی آزادی با تهدید فیفا و فشار جامعه جهانی ترک خورد. حالا یه ترک کوچولو که کمتر از 1% تماشاچی های استادیوم 100 هزار پسری نصیب 300 یا 800 زیر 1%، 99.2% هنوز مرد بودن. ولی همین کافی بود که سلبریتی ها بپرن وسط و هی به هم تبریک بگن. حالا ماجرا چی بوده؟ فیفا به جمهوری اسلامی ایران گفته بود اگر این بازی بدون زنان برگزار بشه جمهوری اسلامی پر، نه ببخشید، کنفدراسیون گفت کم فیکون میکنم اگر زنان رو به استادیوم راه ندین. جمهوری اسلامی هم از ترس محروم شدن که مبادا فردا سر فوتبال آقایون قات بزنن با خانوما اتحاد و انقلاب بشه، نرمش قهرمانانه نشون دادن و زیر 1% به قول سامان از حجم تماشاچیان استادیوم آزادی رو دادن به زنان. حالا تک تک کسانی که تا دیروز میگفتن فوتبال زنان، استادیوم زنان، حجاب زنان، هرچی که مربوط به زنان ایرانه مال خود ماست و هیچ ربطی به خارجی ها و خارج نشین ها و بیگانه ها نداره، صف بستن. یکی یکی دارن به همدیگه باز شدن درهای استادیوم رو به خاطر فشار فیفا تبریک میگن. واضح هست؟ یا دوباره بگم؟ این هاش نمونهش اینجاست. خانم آزاده نامداری معرف حضورتون که هستن، اللهم صل الله، همون که یک زمان گفت خدا رو شکر من چادریم و بعد معلوم شد که خدا رو شکر ایشون توی پارک های اروپا حریم خصوصی هم داشتن، نوشته ما بالاخره یه قدم برداشتیم رفتیم ورزشگاه. آخه تو چه قدمی برداشتی؟ اینکه فیفا جمهوری اسلامی رو تهدید کرده قدم شما بود که برداشته شد. شما دوستانتون تا دیروز گلو پاره میکردید که چرا از خارجی ها میخواید ورزش ایران رو تحریم کنن. ریاکار. حالا فشار خارجی ها رو به اسم خودتون سند میزنید. مبارک شما باشه، این همه پارک خصوصی و حریم خصوصی تو اروپا دارید، این هم مال شما. ولی مردم که میدونن این جماعت فقط زبان زور میفهمن، حالا زور زمینشون هم بزنه بازم تبریکی به هم میگن که خیت نشن. ما هم تبریک میگیم، حقی که زنان 40 سال پیش داشتن رو الان در قرن 21 جیره‌بندی شده به یک تعدادی از زنان گزینش شده صدقه میدن و بعد تبدیل میشن به تیتر یک روزنامه های دنیا که ببینید جمهوری اسلامی چه پیشرفتی کرده. 1% زیر 1% زیر 1% شد سهم این زنان که برای ورود به همین استادیوم بعضیاشون تا تونستن جنگیدن. بالاخره نیم ساعت بعد از شروع بازی جدا از گزینش شده ها تونستن سهم خودشون از ورزشگاه پس بگیرن. از صبح تا الان اینجاییم، اسممون رو گرفتن، فامیل گرفتن، کد ملی گرفتن، همه کار کردن، حالا موقع ورود میگن جا نیست، جایگاه پر شده. ساعت 3 دارن میگن میفرستید. از ساعت 10 صبح ما اینجاییم. دخترم دروغه. کی دیگه کی دیگه؟ یارو میگه من سربازم، وظیفه دارم فیلم بگیرم. آه فیلم بگیرم. آخه بدبختی دیدن داره. اینا تازه بعد از کلی گریه و جنگیدن تونستن وارد بشن. اما یه نفر با روزنامه شهروند در داخل ایران مصاحبه کرد، گفت 100 نفر اصلا نتونستن وارد بشن. یکی از این 100 نفر فیلم میفرستاد که نشون میده گولشون زدن، گفتن بیاین سوار اتوبوس بشیم میبرمتون ورزشگاه آزادی، ولی بردنشون وسط اتوبان رهاشون کردن. هیچ کسی هم به این داستان توجهی نکرده، آدم ربایی کردن، مردم رو ریختن وسط اتوبان، ولی تیتر دنیا شد متشکریم جمهوری اسلامی چه شاهکاری کرده. ولی در نهایت شاهکار رو زنان ایرانی کردن، همون تعداد از زنانی که وارد استادیوم شدن با تلاش خودشون ترک اول رو به بدنه یک حکومت مردسالار ضد زن تحمیل کردن. نه خب حالا یه سوال از ارزشیای عزیز، از دیروز که 1% از زنان زیر 1% وارد استادیوم شدن، چند نفر منقلب شدن و الان تو بیمارستان بستری‌ان؟ چند تا مرد تحریک شدن و الان تو ICU تنفس لازمن؟ زیر ساخت های استادیوم منفجر شد، اسلام مسلمینتون به خطر افتاد، خلیج فارس خوش شد، تو شمال سیل اومد، تو قم زلزله اومد، نکنه حمامه خاتمی ها چیش گرفته؟ چی شد؟ به قول بنیانگذار این قوانین ضد زن، هیچ
هیچ اتفاقی نیفتاد. شاید مرقت ترک خورد. حالا البته الان فصل درو و بهره برداری سیاسی هم هست. یعنی هر کی موج سوارتره بپره بالا، فشار فیفا و جامعه جهانی رو به اسم خودش سند بزنه، انتخابات بعدی رو برده. حالا یه نشاطی، یه امیدی. ما اگر بتونیم امید رو زیاد کنیم در مردم و نشاط مردم اضافه کنیم. حالا هر چیزی که بعضی از نشاط هام خیلی خرجی نداره، همجوری که مواردی رو گفتم که 4 تا چراغ اگه تو کوچه نصب بکنیم خیلی خرج نداره. حالا یه بخشی از استادیوم ورزشی هم اختصاص بدیم به خانوما، برن بشینن تماشا بکنن، اینم خرجی نداره، یعنی مخارجی نداره. حالا یه نشاطی، یه امیدی، حالا یه بخشی از استادیوم ورزشی 4 تا چراغ، یه استخون بندازه چراغشون ساکت میشن میرن پیکارشون. نسبت به سوریه و لبنان و غزه هم خرجی نداره. چی میگن اینا؟ انگار نه انگار همین پریروز دولت اعلام کرده بود ما به احترام مراجع قم دیگه پیگیر ورود زنان نیستیم. حالا فیفا چوب کرده تو عمامه مراجع قم، اومدیم میگین بخشی از استادیوم نشد و 4 تا چراغ بدیم به زنان ساکت بشن. نه داداش، گذشت اون دوره، این زنان دیگه ساکت بشن نیستن. امروز از طریق فیفا و فشار جامعه جهانی کاری که شما عرضه نداشتین رو انجام دادن. فردا قدم های بزرگتر برمیدارن. شما مشغول احترام به مراجع قم باشید. در عصر مدرن زنان از طریق نافرمانی مدنی و رسوا کردن قوانین شما در جامعه جهانی حقشون رو پس میگیرن، همونطوری که استادیوم رو پس گرفتن. این خط، این نشون، زنان حجاب رو هم که شما آقای روحانی خودتون با افتخار گفتید مجریش بودین پر میدن. بعد امثال شما و جوهر به دستان میان به هم تبریک میگن. اصلا میدونید چیه؟ من فکر میکنم اگر جمهوری اسلامی رو هم این مردم از بین ببرن، اولین کسایی که به هم تبریک میگن همین اعتدالیون و اصلاح طلبان و اصولگرای یکم متدل شده و احمدی نژاد و اپوزیسیون و سلبریتی های منقلب شده و منقلب نشده هستن که تا دیروز میگفتن الان وقتش نیست، ولی مردم کار خودشون رو که انجام بدن اینا میریزن وسط. گود بای پارتی جعفره، این به هم تبریک میگن. آها، مسیح علی نژاد. مردم کار خودشونو میکنن، خصوصا زنان. منتظر نیستن کسی حقشونو بذاره تو سینی با رقص بیاره بهشون تحویل بده، خودشون حقشون رو پست میگیرن. دوربین ما، اسلحه ما، چشمشون رو میبندن. چرا زنان لخته میشه فقط شما؟ به شما هیچ ارتباطی، من دوست دارم اینجور باشم، به شما هیچ ارتباطی نداره. دوست داریم، دوست داریم. بی خود کردیم، انتخاب شخصیمونه. زنگ بزن هر جا دوست داری، زنگ بزن. باشه زنگ بزن، من همینجا ایستادم. هر جا دوست داری زنگ بزن، زنگ بزن. هر جا دوست داری زنگ بزن. دوست دارم اونجا هم زنگ بزن، خانم امتیاز ببینم چه کار میخواد بکنه. باشه بزن عباس بیا ببینم چه کار میتونی بکنی. احانت کردی، شما احانت کردی، شما احانت کردی، شما نمیم کار مردم خصوصی. من احانت نکردم. چرا برای چی نمیم داری سیرو اینکری برای به تو چه اول مدرکتو نشونم بده، اول مدرکتو نشون بده بعد حرف بزن. فلکم هم رشتیه، من رشتیم، هر کی باشم بگو مدرکشو نشونم بده. اصلا برای چی وایستاده به من داره المار میگردی؟ ولش کن بابا. چی کار داری تو؟ به تو توهین کردم، با تو کاری داشتم، به تو مزاحمت ایجاد کردم، به تو مزاحمت ایجاد کردم. مشکل داری تو الان با این قضیه؟ چی؟ چی؟ ربطی به هیچ چی نداره، این واسه منه، کشور منه. بفرما آقا برو، بفرما برو، ترافیک نکن اینجا، مردم آسی نکن.